سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. اظهارات برخی یاران امام علیه السلام رو که در ورود اون حضرت به کربلا پس از خطبه اون حضرت اظهار داشته بودند بیان کردیم. گفتیم که نامه‌ای به اون حضرت رسید از سوی عبیدالله و به اینکه یا تسلیم بشد حضرت یا اینکه باید به اطاعت عبیدالله یا یزید در بیان، که امام علیه السلام نامه رو دور انداختن و فرمودن رستگار نشوند آن گروهی که خوشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدند. فرستاد عبیدالله سراغ جواب نامه را گرفت. امام علیه السلام فرمودند این نامه را جوابی نیست، زیرا بر عبیدالله عذاب الهی لازم و ثابت است. یعنی دیگه هیچ امیدی به اصلاح این شخص ابدا نیست. وقتی که قاصد نزد عبیدالله برگشت و جریان رو گفت، پاسخ امام علیه السلام رو گفت، ابن زیاد خیلی غضبناک و در خشم شد، یه نگاهی به عمر سعد کرد و او رو به جنگ با امام حسین علیه السلام فرمان داد. عمر سعد که شیفته ولایت ری بود از قتال با امام حسین علیه السلام عذر خواست، اما وقتی که چنین گفت عبیدالله گفت پس فرمان ری رو به من بازگردان. عبیدالله اندکی قبل از این واقعه دستور داده بود تا عمر سعد به سوی محلی بره همراه با 4000 سپاه حرکت کنه، زیرا نوشتن که دیلمیان بر اونجا مسلط شده بودن و ابن زیاد فرمان امارت ری رو به نام عمر سعد نوشته بود. عمر سعد هم وقتی که اوضاع رو چنین دید خودش رو آماده حرکت کرده بود که خبر حرکت امام علیه السلام به سمت کوفه به ابن زیاد رسید و ابن زیاد هم عمر سعد رو طلب کرد و گفت باید اول به جانب حسین روی، وقتی که از این مأموریت فراغت یافتی آنگاه به سوی ری روانه شد. حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن بدار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین یا حسین یا حسین، روحی فداک. یا حسین یا حسین یا حسین، روحی. انصراف از حکومت ری برای عمر سعد که عجیب علاقه شدیدی به ملک و حکومت ری داشت بسیار سخت و ناگوار بود. عمر سعد به ابن زیاد گفت پس امروز رو به من مهلت بده تا بیاندیشم و فکر کنم. نوشتن که عمر سعد از شب تا سحر در اندیشه این کار بود و با خودش اشعاری رو می سرود که مضمونش این است:
آیا حکومت ری را رها کنم و حال آن که آرزوی من است، یا بازگردم و با کشتن حسین خود را در معرض مذمت و شماتت خلق خدا قرار دهم؟ در کشتن حسین آتشی است که نمیتوان از آن گریخت و حکومت ری هم نور چشم من است. میدانی کشتن اون حضرت مساویه با مخلد بودن در آتش جهنمه، اما از اون طرف هم اشتیاق شدیدش به حکومت ری او رو میان دو مطلب بسیار مهم قرار داده. بعد دارد که با اهل مشورت این مسئله رو در میان گذاشت، همه او رو از جنگ با امام حسین علیه السلام برحذر داشتند. فرزند خواهرش به او گفت تو را به خدا از این اندیشه درگذر، زیرا مقاتله با حسین نافرمانی خداست و قطع رحم کردن است. به خدا سوگند اگر همه دنیا از آن تو باشد و آن را از تو بگیرن، بهتر است از آن که به سوی خدا بشتابی در حالی که خون حسین بر گردن تو باشد. عمر سعد گفت همین کار رو انجام خواهم داد. باز هم اقوال دیگری هست در مشورت عمر سعد با افراد و تصمیم گیری او که باز در جلسات آتی بیشتر به عرض شما خواهیم رساند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.